فصل پانزدهم. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای را که در من ثمر نیاورد می‌برد و هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچی می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشته هم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده هم، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیدند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می یابد. اما وقتی پشتیبان شما، که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم، بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.